سلام، تقریبا اوایل این هفته بود که یه ویدیو با عنوان حداقل شاخص‌های خرید یک لپتاپ توی سال 2020 روی همین چنل منتشر کردم. اما برای امروز یه ریویو هیجان انگیز داریم از یک لپتاپ حرفه‌ای برای کار یوتیوب که قیمتش البته زیر 20 میلیون تومان هستش. یه جوری گفتم زیر 20 میلیون تومان، انگار 2 میلیون تومانه. البته من عذرخواهی می‌کنم که امروز قیمت دلار بین 17 تا 18 هزار تومان شناور هستش. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود میکنم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد. حالا بریم سراغ ریویو فیچرهای لنوو S540. شوید صدای فلز میده، بدنه تمام فلزی با طراحی کاملا مدرن اما مینیمالیست. با توجه به سایزش وزنش فقط 1.8 کیلوگرمه که خب با توجه به این سایز وزن کمی محسوب میشه و تیکنسش که در واقع همون ضخامتش هستش 1.9 میلیمتر هستش، یعنی کمتر از 2 سانتی متر. بنابراین توی طراحی میتونم بگم حرفای زیادی برای گفتن داره. اما بریم سراغ سایز و کیفیت صفحه نمایش. بریم سراغ سایز صفحه نمایش. 15.6 اینچ با رزولوشن 1920x1080، پنل IPS مخصوص طراحی که چشم رو خسته نمیکنه، با در واقع فیچر آی کیر که آسیبی به چشم شما نرسه که روی این پنل قرار گرفته. لنوو توی این مدل لپتاپ یعنی S540 IWS سری GTX از فینگرپرینت ریدر استفاده کرده و اینکه روی کامرا یه دونه سکیوریتی کاملا فیزیکی کشویی گذاشته که برای اینکه جلوگیری بکنید از اینکه هک بشید یا کامراتون هک بشه، میدونید این کشویی رو بکشید و در واقع جلوی کامرا رو مسدود بکنید. روی لپتاپ های دیگه موجود توی بازار هم این فیچر وجود داره، مختص این لپتاپ نیستش، ولی خب این ویژگی هم روش قرار گرفته. اما پورت ها، نکته جالب و هیجان انگیز برای من توی این لپتاپ پورت های این لپتاپ هستن که خب اول بریم سراغ سمت راست، نه چپ، نمیدونم راست یا چپ، بستگی داره که از سمت خودم میبینم یا سمت شما. اول این سمت دو تا پورت تایپ A USB وجود داره، یعنی سایز کامل، که یکیش همیشه روشن هستش. از ویژگی های خوب این لپتاپ اینه که اگر تو شرایط شاددان باشه، یعنی کاملا خاموش باشه و حتی پلاگ نباشه، از این پورت میتونه به شما خروجی برق بده و دقیقا مثل یه پاور بانک خوب ازش استفاده بکنید. من معمولا موبایلم رو با این پورت شارژ میکنم. دو تا پورت USB تایپ A هستش که USB 3 ساپورت میکنه و دقیقا کنارش یه دونه اسلات رم ریدر وجود داره که خب واسه یوتیوبرها خیلی مناسبه، معمولا رم رو از توی کامرا در میارن و اینجا در واقع استفاده میکنن، ویدیوهاشون رو کپی میکنن. اما بریم سراغ اون سمتش. این طرف یه دونه پورت پاور AC دارید که در واقع توی لپتاپ های لنوو جدید به صورت مستطیلی شکل در اومده. توی بازار هند که عرضه میشه هنوز به صورت دایره‌ای و فشنگی هستش، ولی خب توی بازار هند
معمولا با کارت گرافیک سری MX عرضه میشه، ولی تو بازار خاورمیانه با سری GTX. اما کنارش یه دونه HDMI داره که خروجی کارت گرافیک اصلی هستش، یعنی از انویدیا جی فورس خروجی میگیره. یه دونه هم تایپ C هستش که هم میتونید اکسپنشن داکت بهش وصل بکنید. اگر برای کارت گرافیک با آداپتور ازش خروجی بگیرید، از کارت گرافیک اینتل آن بورد به شما روی مانیتور خروجی میده. اینو باید دقت بکنید. حالا روی ستینگ در واقع انویدیا پنل این رو بهتون نشون میدم. دقیقا جلوتر هم یه دونه پورت اینتگریت آدیو جک 3.5 میلیمتری دارید که میتونید فیش موبایل بهش بزنید که هم میکروفون رو خروجی میده هم هدفون رو. خب دوستان، من اینجا وارد پنل کارت گرافیکم میشم که خروجی هایی که بهتون گفته بودم رو، اینکه به چه صورتی بین پورت HDMI و تایپ C تقسیم کرده رو بهتون نشون بدم. همونطوری که میبینید الان کارت گرافیکم رو من تو حالتی که لپتاپم به برق وصل هستش روی حالت جی فورس جی تی ایکس گذاشتم. کارت گرافیک این لپتاپ 1650 مکس کیو دیزاین هستش، همونجوری که اینجا میبینید، که داره نشون میده که این کارت گرافیک اگه بخواید ازش خروجی بگیرید روی مانیتور با پورت HDMI خروجی بهتون میده. اما اگر از کارت گرافیک آنبورد اینتل که در واقع یه دونه کارت گرافیک اینتل 620 هستش بخواید ازش خروجی بگیرید، روی پورت تایپ C بهتون خروجی میده. اینم مطلب رو گفتم بگم چون توی ویدیو بهش اشاره کرده بودم. اما بریم سراغ کانفیگ سخت افزاری که اون هم بسیار هیجان انگیزه. این لپتاپ لپتاپ کاملا قدرتمندیه، فرای از کار یوتیوب شما میتونید کار گرافیکی باهاش انجام بدید، کار گرافیکی سنگین باهاش انجام بدید و میتونید حتی یه شیطنتایی هم روی گیمینگ باهاش انجام بدید. لپتاپ گیمینگ نیستش، من پرفورمنسش رو تا حالا تجربه نکردم، نمیدونم با توجه به ضخامت کمش چقدر داغ میکنه، فقط میدونم که توش از دو تا فن هیت سینک استفاده شده واسه خنک کردن سی پی یو و کارت گرافیک، ولی نمیدونم پرفورمنسش دقیقا روی گیمینگ چقدره. ولی ریویو هایی که خودم توی یوتیوب ازش دیدم، دیدم که بدون لگ و کاملا اسموت با بیتریت بالا گیم ها رو، در واقع گیم های سنگین رو اجرا میکنه. اما بریم سراغ مشخصات سخت افزاری. روی این لپتاپ از سی پی یو i5 نسل 8 استفاده شده، به صورت بیلتین آن بورد 4 گیگ گرافیک داره و فقط یک اسلات رم داره. دقت بکنید که فقط یک اسلات رم داره، که اگر ماکسیموم شما یک ماژول 16 گیگ DDR4 روش بندازید با 4 گیگ آن بوردش، ماکسیموم 20 گیگ رم ساپورت میکنه. در مورد کارت گرافیک، کارت گرافیک این لپتاپ انویدیا جی فورس 4 گیگ 128 بیت ریت سری GTX هستش که خب بیشتر برای GTX ها بیشتر واسه گیمینگ و دیزاین های معمولا نیمه حرفه‌ای در واقع آماده شده. میتونید از افتر افکت و پریمیر روش رندرهای بسیار سریعی بگیرید. من تفاوتش رو با چند تا کارت گرافیک دیگه دیدم، خیلی متفاوت تره. روی این لپتاپ 128 گیگ SSD M2 هستش و 1 ترابایت هارد مکانیکال برای آرشیف کردن، که میتونست حتی کمتر از اینم باشه، ولی خب الان کمترین هاردی که شما توی بازار به صورت مکانیکال میبینید با هد 2.5 اینچی معمولا 1 ترابایت هستش. خب دوستان، به انتهای این ویدیو رسیدیم. در واقع این ویدیو تکمیلی از ویدیوی ابتدای همین هفته بودش. ازتون میخوام اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد، کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید تا به محضی که ویدیوی جدیدی قرار میدم نوتیفیکیشنش برای شما هم بیاد.